سلام، به برنامه اقتصاد واقعی خوش آمدید. این هفته در آتن هستیم و قصد داریم اقتصاد یونان را با هم بررسی کنیم. در این برنامه با وزیر اصلاحات اداری یونان چالش‌های بسته کمک مالی اروپا برای تضمین بدهی‌های این کشور را بررسی می‌کنیم و سپس نگاهی به وضعیت سرمایه‌گذاری در این کشور می‌اندازیم. بحران اقتصادی نفس مردم یونان را گرفته است. از یک سو نیاز به تضمین برای پرداخت بدهی‌های دولت و از سوی دیگر تن دادن به اصلاحات و شرایط دشوار ناشی از سیاست‌های ریاضت اقتصادی. اما بحران اقتصادی در یونان از کجا و چگونه آغاز شد؟ یونان از سال 2001 میلادی به حوزه پولی یورو وارد شد و درست 3 سال بعد از آن راه پرسنگلاخ بحران‌ها آغاز شد. 5 سال بعد دولت کسری بودجه را پذیرفت. برنامه‌هایی برای کاهش کسری بودجه اعلام شد. نتیجه آن اتخاذ سیاست‌های ریاضتی در 3 ماه اول سال 2010 بود. در پی کاهش رتبه اعتباری یونان، ترویکای وام دهنده با بسته کمک اقتصادی 110 میلیارد یورویی در ازای انجام اصلاحات سنگین در یونان وارد شد و با دولت یونان بر سر بسته دوم کمک مالی به توافق رسید. به دنبال آن، صاحبان اوراق بهادر با 50% کاهش ارزش اوراقشان ضربه سنگینی را متحمل شدند. در سال 2012 یونان درباره معاوضه بدهی‌ها با وام دهندگان برای نصف کردن بدهی خود به توافق رسید. پس از 2 بار برگزاری انتخابات، دولت ائتلافی جدیدی به رهبری آنتونیو ساماراس تشکیل شد. مهلت دولت جدید برای اصلاح بودجه 2 سال تمدید شد. قرار است در اصلاحات اداری سال جاری میلادی 4000 شغل حذف شود. پس از این اصلاحات یونان توانست 6 میلیارد و 800 میلیون یورو دیگر از بدهی‌هایش را پرداخت کند. یونان 6th بحران اقتصادی را از سر می‌گذراند و می‌دانیم تولید ناخالص داخلی این کشور به سرعت کاهش می‌یابد. اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا خواهان اصلاحات هستند. اما در کشوری که میزان بیکاری به سرعت رو به افزایش است و دسترسی به برخی خدمات اولیه مانند خدمات پزشکی ناممکن، انجام اصلاحات مشکل به نظر می‌رسد. استراتژی‌ها و راه حل‌های ترویکا را در گزارشی می‌بینیم. جلسه ای در یک ساختمان دولتی در یونان، جلساتی که پشت درهای بسته و دور از دوربین خبرنگاران برگزار می شود. طبق روال هر هفته، دبیر کل واحد ویژه کمیسیون اروپا با اعضای این واحد جلسه ای دارد. کار این گروه این است که اسمینان حاصل کند که کمک مالی 183 میلیارد و 500 میلیون یوروی اتحادیه اروپا به طور قانونی خرج می شود. تلاش ما این است که اقتصاد یونان و همه جامعه را اصلاح کنیم. کمک های مالی اعطا شده به یونان از سوی کمیسیون اروپا و گروه منتخب ترویکا بسیار با ارزش است. لذا نباید وقت را از دست بدهیم. البته به زمان نیاز داریم. نمیتوان مشکلی را که نسل های زیادی با آن درگیر بوده طی چند ماه حل کرد. اصلاحات در این که به زمان نیاز دارد باید هرچه سریعتر انجام شود. این خواسته وام دهندگان است. برقراری تعادل میان این دو برای آتن و گروه منتخب ترویکا دشوار است. ترویکا به عنوان وام دهنده اهدافی را مشخص کرده که واحد ویژه برای عملی کردن آنها به یونان کمک می‌کند. برنامه کمک مالی ترویکا تا 1 سال آینده پایان می‌یابد، اما درمان ضربه‌ها و شوک‌های ناشی از سیاست‌های ریاضتی هنوز پایان نگرفته. پس از تزریق سرمایه 50 میلیارد یورویی به سیستم بانکی، وام دهندگان امیدوارند که خصوصی سازی سودی معادل 2 میلیارد و 600 میلیون یورو در سال 2013 به بار آورد. مرحله بعدی برآوردن انتظارات ترویکا انجام اصلاحات اداری است. کمیسیون اروپا هم نقش آتش نشان را دارد و هم نقش معمار را. می دانید که کار ترمیم ساختمان را بعد از نجات آن از حریق انجام می دهیم. فرصت نداریم به دنبال مدل های سنتی برویم. در حال حاضر کمیسیون اروپا و گروه ویژه ترویکا همه این وظایف را بر عهده دارند. اصلاحات مالی، اصلاحات ساختاری و کمک های کارشناسی. طی 1 سال گذشته پیشرفت های مهم و درخوری صورت گرفته. با این حال راه درازی در پیش است. دولت و واحد ویژه نهاد سگانه ترویکا امیدوارند یونان بتواند حساب‌های اصلی خود را تا پایان سال به وضعیت متعادل بازگرداند و بدهی‌های این حساب‌ها را بپردازد. با این حال سال آینده نیز این کشور همچنان به کمک مالی نیاز خواهد داشت.
ترویکای وام دهنده تا کنون در قبال برخی اصلاحات معادل 210 میلیارد یورو به یونان پرداخت کرده. برخی از این اصلاحات تحت نظارت وزارت اصلاحات اداری به ریاست آقای میتسوتاکیس انجام می‌شود. پرسش‌ها و مسائلی در این زمینه ذهن بسیاری از یونانی‌ها و جامعه بین‌الملل را به خود مشغول کرده. در این زمینه با وی به گفتگو می‌نشینیم. چرا با اخراج کارمندان آنها را در خیابان رها میکنید؟ بودجه ای برای حوادث غیر مترقبه وجود ندارد. حقوق کارگران این روزها در لب مرز است. چطور میشود به مدرسه رفت و دید که بچه ها معلم ندارند؟ پرسش بسیاری از یونانی ها این است که چرا حذف شغل از بخش عمومی و چرا 25 هزار شغل در برنامه موسوم به پویاسازی؟ پاسخ شما چیست؟ واقعیت این است که در 3 سال گذشته در این حیطه خاص پیشرفت کمی صورت گرفته. بخش دولتی آخرین پایگاه سیستم پارتی بازی در سیاست است و بدبختانه این سیستم یکی از دلایلی است که کشور در وضعیت هرج و مرج فعلی قرار دارد. شما برای مشارکت افراد در برنامه مورد نظر خود با مشکلاتی مواجه هستید. چه ضمانتی وجود دارد که این برنامه به اهدافش خواهد رسید؟ به دلیل پارتی بازی ها و رشوه خواری ها در دولت یونان بسیاری از مردم شغل های دیگری در کنار کار دولتی دارند. افرادی هم گماشته سیاستمداران هستند. بگذارید موضوع را روشن کنم. اگر انتقال نیروهای کار داوطلبانه انجام نشود، مجبور خواهیم شد که به اجبار متوسل شویم. این روزها دیگر هیچ تضمینی وجود ندارد که کسی همه عمرش بر سر یک کار خواهد ماند. قواعد بازی تغییر کرده است. چیزی که مرا کمی گیج می‌کند این است که در این اصلاحات در نظر دارید 15 هزار نفر را طی سال جاری و سال آینده اخراج کنید. اما اگر 15 هزار نفر دیگر جای آنها را بگیرند، چگونه تعداد کارمندان دولت را کم می‌کنید؟ ما مجبوریم در ظرف 6 سال نیروی کار را در ادارات دولتی تعدیل کنیم و 150 هزار شغل حذف کنیم. در نتیجه به طور طبیعی بازنشستگی کارمندان هم جزو این اهداف خواهد بود. همانطور که می‌دانید رادیو تلویزیون دولتی را تعطیل کردیم که تصمیم ساده‌ای هم نبود، اما باعث حذف تعداد زیادی شغل شد. برنامه حذف 15 هزار شغل از تصمیمات ترویکا بوده که البته ربطی به میزان شغل‌های تولید شده ندارد. اگر یونان را با کشوری مانند ایرلند مقایسه کنیم، به نظر شما می‌توان گفت که یونان هنوز راه درازی در پیش دارد؟ یونان در مقایسه با سایر کشورها باید اصلاحات مالی سختگیرانه تری انجام دهد و هزینه سنگین تری هم بپردازد. صندوق بین‌المللی پول هم اعلام کرده که برنامه در ابتدا به خوبی طرح‌ریزی نشده بوده. مقصر کیست؟ گاهی باید خودمان را نکوهش کنیم. همانطور که پیشتر گفتم، اگر از ابتدا با اصلاحات بخش دولتی و به طور جدی‌تر آغاز کرده بودیم، نتیجه می‌توانست متفاوت باشد. مشکل عمده یونان در حال حاضر این است که چگونه می‌تواند خود را از مخمصه ناشی از رکود اقتصادی نجات دهد. آیا اجرای این اصلاحات می‌تواند بدهی‌ها را کاهش دهد؟ اگر در بخش مالی با یک افزایش اولیه موجودی نسبت به بدهی‌ها روبرو شویم و اگر با سرعت بر اساس تقویم اصلاحاتی‌مان پیش رویم، مطمئن هستم که وام دهندگان شرایط ما را درک خواهند کرد. برای ایجاد شغل چه برنامه‌ای دارید؟ سرمایه گذاری دولتی نقش بسیار کوچکی در کارآفرینی دارد و مشاغل تنها به واسطه سرمایه گذاری خصوصی ایجاد می شوند. سرمایه گذاران داخلی و خارجی علاقه زیادی نشان دادند و سرمایه گذاری های نیز انجام دادند. تزریق دوباره سرمایه به بانک های من از نظر تولید و ایجاد نقدینگی برای یک اقتصاد واقعی و پایا پای بسیار مهم است. در حال حاضر مشغول اصلاح قوانین مالیاتی و ساده تر کردنشان هستیم. سال گذشته بورس آتن شاهد جریان عادی نقدینگی بود، اما سرمایه گذاران خارجی نسبت به این امر بی تفاوت بودند. حتی نظر کمپانی هایی مانند شرکت کشتیرانی چینی موسوم به کاسکو را که سالها با یونان همکاری می کند را به خود جلب نکرد. چرا سرمایه گذاران خارجی رغبتی به کار در یونان ندارند؟ پاسخ را باید در بروکراسی و کاغذبازی یافت. Η διαδικασία δημιουργίας επιχειρηματικού πάρκου στην Ελλάδα. روند ساخت پارک تجارت الفسینو از 1.5 سال پیش آغاز شد. از 2 وزارتخانه توسعه و محیط زیست مجوز گرفتیم. همچنین از سازمان‌های نظارتی آتن، دفتر باستان شناسی، مقام‌های نظامی و فرمانداری. با این حال پروژه به دلیل درگیری میان 2 وزارتخانه هنوز آغاز نشده است. داستان پارک تجارت الفسینا نمونه ای از راه پرپیچ و خم بروکراسی است که سرمایه گذاران را از کار در یونان برحذر می دارد.
بوروکراسی که باید برای دریافت مجوز و شروع و کارایی تجارت طی شود، یکی از تلخترین دلایلی است که مانع سرمایه گذاری خارجی ها در یونان می شود. این کاغذبازی ها حدود 7-16% کل سرمایه گذاری برای آنها هزینه دارد. یونان برای گذر از بحران اقتصادی لازم است محصولات جدیدی ابداع کند که قادر به رقابت در بازار بین‌المللی باشند. علی‌رغم پیچیدگی‌های محیط تجاری یونان، پژوهشگران سعی دارند تا آنجا که می‌توانند از بودجه‌های ویژه اتحادیه اروپا استفاده کنند. در یوانینا هستم، مرکز اپیروس که یکی از کم درآمدترین مناطق یونان است. تحقیقات زیست‌پزشکی با بودجه 127 هزار یورو از اتحادیه اروپا و 22 هزار یورو از دولت کار در زمینه جدید را آغاز کرده، پزشکی ترمیمی. با وجود این پروژه تعدادی از محققانی که مهاجرت کرده بودند به یونان بازگشتند. دیمیتریس یکی از آنهاست. این برنامه که برای اولین بار در یونان اجرا می شود برای پزشکی ترمیمی نویدبخش و نوآورانه است. این پروژه یکی از 181 طرح اولویتی است که کمیسیون اروپا با بودجه معادل 11 میلیارد و 500 میلیون یورو هزینهشان را تأمین می کند. این پروژه برای پیشرفت کشور اهمیت زیادی دارد. یکی از ویژگی‌های پزشکی ترمیمی این است که شاخه‌ای نوین است و به واسطه فناوری‌های پشتیبانی و سرمایه‌گذاری رو به رشد. اگر الان آن را دنبال نکنیم، در عرض چند سال، بعد از مثلا 10 سال، مجبور خواهیم شد این دستگاه‌ها را برای بیمارانمان از خارج وارد کنیم که هزینه سنگینی خواهد داشت. برای جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی، دولت یونان باید راهی برای حل مشکل کاغذبازی و رفع موانع بوروکراتیک بیابد. این برنامه اقتصاد واقعی به پایان رسید. در برنامه بعدی نگاهی به اقتصاد آلمان پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور می‌اندازیم.